عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما دوستان و همراهان عزیز و گل. یک شنبه دوم مهر ماه 1402 برابر با 24 سپتامبر 2023. آقای محمد منظرپور در کلاب هاوس اتاقی گذاشته بود با عنوان خوابهایی که برای من دیدن. اتاق بسیار خوبی از آب در اومد. آقای منظرپور خودشون تحلیل های جالبی داشتن. رایان عباس‌زاده اومد توی اتاق، آقای شایان آریا اومدن و ایشون هم تحلیل های بسیار خوبی داشتن. چند تا دیگه از کسانی که توی اتاق بودن و تحلیل کردن را هم براتون انتخاب کردم. حدود یک ساعت و نیم هستش، امیدوارم که وقت داشته باشید و تا پایان ویدیو حتما نگاه کنید. فکر میکنم چیزهای خیلی خوبی توی این اتاق گفته شد، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. مثل همیشه دوستانی که در ایران هستن، لطف میکنید با لایک کردن خودتون و گذاشتن کامنت، اگرم بتونید کامنت انگلیسی بذارید که چه بهتر، حالا حتی در حد یک کلمه هم شده، یه اوکی تانکس، یه چیز این شکلی هم بذارید، به رشد و دیده شدن ویدیوها توی کانال خیلی کمک میکنه. دوستانی هم که در خارج هستن میتونن با استفاده از گزینه تانکس کانال رو حمایت مالی کنن، هر چقدر که دوست داشته باشن. درود بر ایران و ایرانی با شرف و لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به جمهوری اسلامی به هر نحو و طریقی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. سپاس، دم همتون گرم، خیلی مخلصم. موضوع برنامه امروز ما یک نگاهی، یک ارزیابی از وضعیت امروز طیف‌های مختلف سیاسی، جناح‌های مختلف اپوزیسیون در داخل و خارج کشور و سفارایی که در حال حاضر وجود داره. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب استاد رایان عباس‌زاده و تمام بزرگوارانی که به روم تشریف آوردن. در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون آقای عباس‌زاده، درود بر شما، خوش اومدین، صدای شما را میشنویم. بنده هم درود و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز، نخواست به طبق معمول، و عرض ادب دارم خدمت شما آقای کامران عزیز که چنین اتاقی رو از ظاهر تا اینجا کار که من حضور دارم خیلی با وزن و وقار، مشخصا با تک مهمانی که بالا بود، طبیعتا امید که من خیلی وقت بود دلتنگ آقای منظرپور بودم، اینجا دیدمش خیلی مشتاقانه، به هر صورت دریچه مه باز شده. عرض ادب ویژه دارم خدمت آقای منظرپور بزرگوار و امیدوارم که در این اتاق ساعتی که برگزار میشه در واقع بحث‌های خوبی داشته باشیم، که از قضایی که من حتی تصور کردم که مناظره هست، پرسش و پاسخ با خود آقای منظرپوره، واسه همین جرئت نمی‌کردم وقتی دعوت دادید، با مکس دعوت رو پذیرفتم اومدم بالا، و ایشون یکی از صاحب نظران است که واقعا اون چیدمان قدرت برون مرز رو در جریان اپوزیسیونی میتونن آسیب شناسی درستی داشته باشن. سپاس بیکرم. بله، خیلی ممنون از شما آقای عباس‌زاده، افتخار میدید در خدمتتون هستیم. خب من بدون معطلی برم سراغ مطالب و بعد از مطالب من حتما آقای منظرپور اونو بیشتر باز میکنن. اگرچه حالا در شرایطی که همزمانی که ما داریم صحبت میکنیم کشور اوضاع خطیری داره، ما در شمال غربی کشور شرایط خیلی ویژه ای رو داریم، امیدوارم که حالا به اونم توی اتاق بپردازیم. ببینید، در شرایط کنونی چهار گروه به طور کلی برای به دست آوردن قدرت بعد از جمهوری اسلامی، حالا با فرض اینکه جمهوری اسلامی نباشه، این چهار گروه دارن برای به دست آوردن قدرت بعد از جمهوری اسلامی می جنگن. حالا گروه های رو من شرایطشون و ابزارهایی که دارن، وسایلی که در اختیار دارن و با چه گروهایی کار میکنن و حالا چه گروهایی با هم همپوشانی دارن و چه گروهایی مخالف اونان و در ادامهش میپردازم. فعلا بر همین شمارششون من اکتفا کنم. ببینید، گروه اول اصلاح طلبانی هن که به قول معروف یه حالا در شرایط کنونی به گذار طلبی روی آوردن، یعنی یه متفاوت کردن خودشون رو از اون اصلاح طلبا. شما فکر کنید که حالا آقای موسوی و آقای تاجزاده رو ما بتونیم در این گروه جا بدیم. مخالف اونا به هر حال تضادی که اونا دارن با آقای خاتمی خیلی مشهوده، اگرچه بعضی از گروه ها می جنگن که این تضاد رو به نوعی از بین ببرن، یعنی یه جورایی نشون بدن که این تضاد وجود نداره، ولی مشخصا آقای موسوی در بیانیه آخرشون
قول مجلس مؤسسان صحبت کردن که این خیلی موضوع مهمی بود. در شرایطی که آقای خاتمی اصلا اینو قبول نداره و آقای خاتمی مشخصا یک جریان استمرار طلب محسوب میشه. خب ما اگه گروه اولو به قدرتمندترین این گروه ها بخوایم در واقع دستبندی کنیم، جای دوری نرفتیم. گروه اصلاح طلبان به هر حال رسانه های زیادی در اختیار دارن. شما فکر کنید که حالا بی بی سی رو بتونیم جز به اون گروه قرار بدیم، به هر حال جای دوری نمیره. به هر حال ثروتی هم که این گروه اصلاح طلبان دارن، شما فکر کنید خانم فائزه هاشمی دیگه، حالا فکر میکنم خاندان هاشمی یه چیزی اولوش 90 میلیارد دلار ثروت داشته باشن. اگه این با یک سرچ خیلی ساده هم شما میتونید به این عدد برسید. حالا گروه دوم مجاهدین خلق، که اینها یک گروهی هن که به هر حال یک نیروی سازمان یافته هن، علارغم ثروتی که دارن اما تو افکار عمومی ایران یک سازمان منفوری هن، خیانت واضح به کشور در جریان جنگ ایران و عراق داشتن با اون عملیاتی که به قول خودشون فروغ جاویدان و به روایتی عملیات مرصاد که حالا جلوشو گرفتن. گروه سوم ملیگرایان و مشروطه خواهان. حالا ملیگرایان همه نوع ملیگرایی، اهم از جمهوری خواهای ملی که عمدتا به نظر من حالا این جریان کمتره، حالا ما بتونیم جبهه ملی رو هم جزء این گزینه بذاریم. به هر حال جبهه ملی در طول جمهوری اسلامی اولش یه سری فعالیت هایی داشت، حالا هر چقدر که جلوتر رفتیم فعالیت کم و کمتر شد که دیگه در اون قتل های زنجیره ای آقای فروهر هم به قتل رسوندن، و اگرچه قبلش خمینی اصلا فتوای داده بود که اصلا اینا حرامه کار کردنشون در کشور. گروه چهارم هم گروه تجزیه طلبان، که حالا این گروه درسته یک سری حمایت های رسانه‌ای شد در این اینترنشنال مشخصن، اما گزینه های دیگه ای که داره، یعنی ابزار دیگه ای که داره، ابزار نیروی میدانیه که در خلال خیزش مهسا جمهوری اسلامی یه سرکوب های اونا رو کرد و مهمترین در واقع اقدامی که جمهوری اسلامی علیه تجزیه طلبان در طول یک سال گذشته داشتش یک قراردادی بود که شورای امنیت ملی ایران و وزارت دفاع ترکیه و عراق با ایران امضا کردن که اینا از مرز ایران دور بشن. دیروز که سال روز جنگ ایران و عراق بود و یک رزمایشی جمهوری اسلامی داشتش، مشخصا نیروی قدس سپاه اینو ابراز داشت که ما اون چیزی که عراق به ما قول داده هنوز به مرحله نهایی نرسیده، یعنی اینا با هم توافق کرده بودن که عراق هم اینا رو خل اصلاح کنه هم از مرزای ایران دور بشه. اون چیزی که مشخصه اینه که اینا بله از مرزای ایران فاصله گرفتن، ولی حالا جمهوری اسلامی میگه که اینا کلا باید از عراق اخراج بشن. اما دیروز نخست وزیر عراق مصاحبه کرده گفته که ما در واقع همه اون چیزی که با ایران قرارداد بستیم و اونو اجرا کردیم، اما ایران حالا به این اکتفا نکرده. حالا دیروز آقای رئیسی خیلی جالب بود، میگفتش که من از نیروی قدس سپاه یه مهلتی گرفتم که اینا خل سلاح بشن، وگرنه قرار بوده که ما برخورد نظامی داشته باشیم. حالا تا اینجای بحث این چهار تا گروه رو من بیان کردم. اگر دوستان و اساتید، حالا آقای منظرپور الان شرایط صحبت دارن، این گروه ها رو برای ما باز بکنن، ابزاری که اونا دارن، شرایطی که الان داریم. و من فکر میکنم جز ملیگرایان، حالا خصوصا مجاهدین و تجزیه طلبان که با هم همپوشانی خیلی زیادی دارن، به نظر میرسه گروهی از اصلاح طلبان از جمله طیف خانم فائزه هاشمی هم با اینا یه همپوشانی دارن. اون بیانیه خانم هاشمی که اشاره میکرد که حالا اصلا چرا با مجاهدین کار نمیکنیدم، خیلی به این مطلب در واقع اعتبارم میده که میتونه صحیح باشه. آقای منظرپور بفرمایید، در خدمتتون هست. بله، تقسیم بندی دقیقی بود آنچه که کامران ارائه کرد. من عرض ادب و احترامم دارم خدمت خانم نگار خانی که زحمت در واقع مادریتوری
چت روم رو همیشه متحمل میشن و عزیزانی که تازه به اتاق پیوستن. این چهار گروهی که کامران اشاره کرد، اینها رو میشه به جهات مختلف طبقه بندی کرد به لحاظ رتبه‌ای. یکی از جهاتی که میشه طبقه بندی کرد ظرفیت مالیه. ظرفیت مالی به نظر میاد بر اساس شواهد و قرائن و مجموع مستنداتی که ما در اختیار داریم، بیشترین ظرفیت مالی در اختیار دو گروه هست. یکی گروه آقای یعنی خاندان هاشمی که اتفاقا ارزیابی که شده یک کمی بیشتر از اون چیزی که کامران گفت، نزدیک 120 میلیارد دلار یعنی بیلیون دلارز خاندان هاشمی در خارج کشور سرمایه گذاری ثابت داره و سرمایه گذاری سودآور داره، هتل داره، نمیدونم مجتمع ساختمانی داره، شرکت داره، شرکت نفتی داره و در واقع سرمایه گذاری دیگر که اینا سرمایه گذاری مولده. در همون رتبه تقریبا سازمان مجاهدین خلق قرار میگیره که اون هم بر اساس مصاحبه‌ای که ما با حسابدار سابق سازمان مجاهدین خلق داشتیم که تازه دیفکت کرده از مجاهدین آمده بیرون، اونها هم سرمایه گذاری یعنی در واقع ثابتشون، نه سرمایهشون بلکه سرمایه گذاریشون، یه چیزی حدود 120 میلیارد دلاره و این حالا برای مقطعی بخشی نمیدونم حدود 20% از صادرات نفت عراق رو در اختیار داشتن در زمان صدام. بعد از جنگ کمک‌های مالی به صورت طلا و اشکال دیگری از سوی عربستان سعودی دریافت کردند و تمام این پول‌ها رو سرمایه گذاری کردن. الان کلینیک دارن، کازینو دارن، عرضم به حضورتون که رستوران‌های متعدد دارن و یک درآمد نجومی به صورت ماهیانه فقط سود این سرمایه گذاری هایی که در خارج کشور دارن. بعد میرسیم به مجموعه ملیون و مشروط خواهان که سرمایه شون مماس با صفره. یعنی به عنوان مثال شاهزاده رضا پهلوی ظرف 4 ماه اخیر 3 نوبت اگر اشتباه نکنم یا 4 نوبت فاند ریزر گذاشتن برای کمک به مبارزان در داخل کشور و بر اساس اون حالا 2 تا رقم ما داریم. یکی آقای امیرحسین اعتمادی آمدن گفتن حدود 7 میلیون دلار جمع شده، ولی نفتی که یک منبع قابل وثوق تریه گفته 2,500,000 دلار جمع شده. حالا چه 2 میلیون چه 7 میلیون، این پول در مقابل اون پولهایی که من عرض کردم صفره. یعنی فقط سود سپرده 120 میلیارد دلار از ماهی 2,500,000 دلار خیلی خیلی بیشتره. یعنی اگه شما فقط بذارید تو بانک و فقط سودش رو بگیری، که اینا تو بانک هم نذاشتن، سرمایه گذاری مولد دارن و بنابراین در 3 رتبه قرار میگیرن. طیف آقای تاج‌زاده و آقای مهندس موسوی هم فاقد، به ویژه محفل آقای مهندس موسوی فاقد هر نوع سرمایه‌ایه، اصلا صفر سرمایه، هیچ نوع اکسپندیچر سرمایه‌ای ندارن. بنابراین این یک تقسیم بندیه. جریانات تجزیه طلب از سوی دیگر مثل حزب دموکرات کردستان، حزب کموله، خلق عرب الاحفاظ، سازمان نزال الاحفاظ و جیش العدل و احزاب دیگر تجزیه طلب، اینها ما اطلاعی از در واقع میزان بودجه و سرمایه گذاری و نمیدونم محل تامین بودجه شون نداریم. بر اساس اون چیزی که در
منابع آزاد وجود داره، یعنی open source information هستش، ظاهراً عمدتاً از عربستان سعودی تأمین مالی میشن و این تأمین مالی به قول معروف به صورت سرمایه گذاری های مثل مجاهدین خلق و امثال هم نیستش، ولی در حدی هستش که لابی قوی در آمریکا دارن، لابی قوی در انگلستان دارن و هزینه فی الواقع همایش و نمیدونم کارهای رسانه‌ای و امثال همشون رو میتونن پرداخت بکنن. پس این یه طبقه بندی بود به لحاظ سطح بودجه. یه طبقه بندی دیگری میتونیم انجام بدیم اینه که اینا چقدر کدوم این مجموعه ها یا اردوگاه ها با هم همپوشانی دارن. به نظر میاد که به نحو فزاینده ای اصلاح طلبان طیف آقای خاتمی که بودجه خانم یعنی در واقع مجموعه آقای هاشمی هم پشتش هستش و اون فقط یکی از بودجه‌ای که پشت اون مجموعه هستش، مثلا شرکت کیسان هستش، شرکت های دیگه هستن که توسط چهره های مهم اصلاح طلب اداره میشن و شرکایی در احزاب چپ و امثال هم در خارج کشور دارن، اونها همپوشانی به شدت رو به تزایدی رو به گسترشی با جریانات تجزیه طلب پیدا کردن. تمام چهره های سخنورشون از آقای داعشگر گرفته تا آقای زیبا کلام الان دارن سنگ سینه در واقع قاضی محمد و پیشوری و نمیدونم امثال همو به سینه میزنن. آقای زیبا کلام نزدیک یه هفته هستش که کمپین داره میکنه در حمایت از صحبت‌های آقای مهتدی و در واقع روی بحث ظلم قومی که در ایران به زعمشون وجود داره داره مانور میده. دستگاه تبلیغاتی هم که به طور سنتی نزدیک به اصلاح طلبان خاتمی چی هستن، مثلا بی بی سی و البته به طور اخص ایران اینترنشنال، تقریبا میتونیم بگیم که به تریبون‌های رسمی جریان تجزیه طلب تبدیل شدن. رویکرد اصلاح طلبان نسبت به جریان تجزیه طلب این هستش که از اینها به عنوان یک ابزاری برای یک کاربرد دوگانه استفاده میکنن. یک اینکه ایجاد بازدارندگی میکنن نسبت به تغییر رژیم، به خاطر اینکه شبح تجزیه ایران بسیاری از ایرانیان رو مضطرب میکنه و از ورود به میدان باز میداره و کارکرد دوگانش هم اینه که یعنی دومین کارکردش هم اینه که یک ابزار چانه زنی با رأس خیمه قدرت هستش، از همون استراتژی دیرپای در واقع مجموعه های اصلاح طلب که فشار از پایین چانه زنی از بالاست، چون که الان در پایین فشاری ندارن، یعنی عقب مردمی ندارن، به جای عقب مردمی دارن فشار از طریق یارگیری با جریان تجزیه طلب و امثال هم انجام میدن. جالبه که این تلاش این افراد با سکوت دستگاه امنیتی و نهادهای ضد اطلاعات جمهوری اسلامی مواجهه و این افراد دارن به راحتی این تبلیغات رو انجام میدن. آقای دکتر زیبا کلام مورد پیگرد قرار نگرفته و کیس اون در واقع الان نمیخوام از واژگان سخیف استفاده بکنن، اون خانومی هم که آمد در دفاع خودش از تزش راجع به اقوام درود فرستاد به روح قاضی محمد و در واقع پیشوری، دارن راست راست فعلا در کشور میگردن و مورد آزار و ایذای حاکمیت قرار نگرفتن. من فکر میکنم که به طور کلی دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی هم با پررنگ شدن در واقع احتمال تجزیه بسیار همسو هستن. برخی از جریانات تجزیه طلب به ویژه جریان پان ترک اصلا توسط دستگاه اطلاعات ایران درست شدن و دستگاه اطلاعاتی اینجا هستش که همپوشانی پیدا میکنن با دستگاه اطلاعاتی مختلف. یعنی الان برای پررنگ کردن جریان تجزیه طلب
از یه سو دستگاه اطلاعاتی ایران، خود وزارت اطلاعات، از سوی دیگه دستگاه امنیتی منطقه‌ای مثل استخبارات عربستان سعودی، اسرائیل، موساد و کشورهای منطقه‌ای رقیب ایران هم پوشانی دارن. از سوی دیگری هم در واقع چهار تا المان بودن که با هم همپوشانی داشتن، متاسفانه سرشه کلم از دستم در رفت، چهار مجموعه هستن که از پررنگ شدن جریان تجزیه طلب در سپهر سیاسی کشور حمایت میکنن، که حالا من فعلا سه تاشو عرض کردم: اصلاح طلبان، دستگاه امنیتی منطقه‌ای، خود دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، و به طور عام لابی اسرائیل در آمریکا هم دو دسته هستن. یک دستهشون به شدت از جریان تجزیه طلب حمایت میکنن، ولی یک دونه اندیشکده لابی اسرائیل در آمریکا هستش که الان فعلا تمرکزش رو گذاشته روی حمایت از شاه اسد رضا پهلوی. من در اینجا بسنده میکنم و خیلی خوشحال میشم که صحبت‌های جناب آقای رایان عباس‌زاده رو بشنویم، بعد میتونیم به ابعاد دیگر این صفندی بپردازیم. عرض من تمام. خیلی ممنونم آقای منظرپور، توضیحات خیلی مکفی دادین. من فقط یه نکته رو بگم قبل از اینکه خدمت آقای عباس‌زاده برسیم. دوستان، عزیزانی که پایین در قسمت شنوندگان هستن، فکر میکنم گزینه پینگ رو ندارن. شما فقط در حالتی میتونید دوستانتون رو اضافه کنید که لینک هاست رو براشون بفرستید، یعنی در غیر این صورت به هیچ عنوان نمیتونن روم رو ببینن. من این فکت صحبت آقای منظرپور که در باید صادق زیبا کلامم گفتن و این بالا گذاشتم که نوشته که من هیچ سخنان هراس‌انگیزی از آقای مهتدی نشیدم، در باره تمامیت ارزیرم چیزی نشیدم، در صورتی که توی فایلش آقای مهتدی در 1 ساعت و 20 دقیقه که اون فایل بود مشخصا چند بار مستقیما در باره تجزیه حالا صحبت کرده بودن، و حالا اساسنامه شون هم که خیلی واضح و آشکاره. اینکه این اصلاح طلبان حالا چقدر با اینا همپوشانی دارن هم در ادامه بیشتر بهش میپردازیم. آقای عباس‌زاده مشتاقی شما رو بشنویم. سلام و عرض ادب دارم مجددا خدمت شما آقای کامران، و توضیحات جناب منظرپور خیلی عالی و کافی و وافی بود. من بی‌نیاز کرد در ادب ویژه دارم خدمت خانم نگار عزیز که حضور پیدا کردم و مخاطبان. ببینید، تو مبحث تفکیک اون ارزیابی داشته‌های ثروت و اموال، خب واقعا منهای بحث سازمان مجاهدین خلق دیگر مطالب مطروح منهای مجاهدین خلق، خب سالیان است از زمان همون بحث عراق و فروش نفت و مسائلی که داشت که جناب منظرپور اشاره کردن، و در سوی دیگر نداشتن ثروت توسط طیف میرحسین موسوی، دو مطلبی است که مبرهنه، یعنی در طول سالیان گذشته هم اسنادهایی اومده و آگاهی جمعی هست. در رابطه با دیگر آمار مثلا 90 میلیارد دلار یا 120 میلیارد دلار، من نمیدونم واقعا چه اندازه این آمار میتونه معطوف به قرائن میدانی و واقعیت باشه، چرا که اساسا نقشی که هاشمی رفسنجانی در نهادینه سازی خودکامگی در جمهوری اسلامی داشت و با برکشانی آیت الله خامنه ای خب سعی میکرد که اساسا قدرت رو به نفع خاندان خیش مدیریت کنه، همواره در زمانی که شرایط جامعه اسیری خودکامگی حد اکثری میشه، حالا اینو به من خورده نگیرید که بگید خودکامگی حد اکثری، چرا که من این روزها دیدم بحث توتالیتاریانیزم برای توصیف جمهوری اسلامی دچار چالش شده و واژه های مثل اختناق، توتالیتر، مفاهیم جداگانه ای داره. من گفتم حالا خودکامگی حد اکثری. اساسا هاشمی زمان جنگ هم که فرماندهی رو به عهده داشت، خب رسانه ها هم به من آزاد نبودن در اون فضا. در نبود رسانه های آزاد، نقد به اون مؤثرترین چهره سیاسی بالا میره، و من به یاد دارم که همزمان با این اشاره مبنی بر اینکه خیلی پول هست، ثروت هست، اینها هر صد جای میرفتیم یک مدلی از شایعه هم شکل میگرفت. اینی که خود خاندان هاشمی محدودن و خیلی معدودن به افراد مشخص، یعنی چند دختر و پسر و مسئله از این دست، حد اکثر کمی پارو جلوتر بذاریم مثلا بشه مرعشی، طیف کارگزاران در مختصات سیاسی که مورد نظر هستش. اینی که
من اینجا رو فقط با یک لحنی که خودم بیشتر قانع تر میشم، منهای طیف کارگزاران اساساً جریان اصلاحی رو آری از ثروت حداکثری میدونم، که البته آقای منظرپور دو تا گزارش رو اشاره کرد، مثل طیف آقای تاج‌زاده رو، طیف آقای میرحسین موسوی رو، که درست بوده. حالا از خان هاشمی چه میزان به سایر خردخاران رسیده من آگاهی ندارم. اما بعد میگردم در رابطه یک موضوعی که خیلی برای من دغدغه هست، مسئله‌ای که به صادق زیباکلام اشاره شد که خب واقعا طرف اومده داره توجیه میکنه دیگه. آقای صادق زیباکلام بحث اظهارات آقای مهتدی رو داشت توجیه میکرد. اینجا اون نقطه حفره عظیم جریان اصلاحی است، یعنی اصلاحات از چند جهت دچار افول هم خود ویرانگری شده، هم حکومت کشی شده. خب حکومت اساسا، یعنی مجموعه سخت و بالادستی قدرت، اراده شده اینه که گفتمان تحول خواهی و اصلاحات رو اصلا پوچ کنن، پود کنن، تا حدود موفق بودن. یعنی از 96 به این سو مردم پیشتر از خود جریان اصلاحی آگاهی یافتن که اونها دیگه امکان ادامه بازی در زمین سیاست جمهوری اسلامی به مثابه برای تغییر رو نخواهند داشت. اونجا بود که شعار اصلاح طلب و سرگیر دیگه تمام ماجرا به مثابه یک نماد نفی هر دو جریان حاکم در کشور مطرح میشه. اما یک بخش خود جریان های اصلاحی هستن که به این مرگی که حکومت کمک کرد اینها رو محو کنه، خودشون هم در واقع بساط مزار آماده کردن، تابوت ساختن و ریگ و سنگ ساختن که سنگسارتر بشن. یکیش همین بخشش از جبهه مشارکت شروع میشه. از همینجا شروع میشه که گفته من به یاد دارم در واقع بعد از دوم خرداد، دور دوم محمد خاتمی بی انسو، مجموعه پتانسیل و ظرفیتی که به گروه های واگرا، حالا من با این عبارت بگم، مثلا نگم تجزیه طلب که خیلی هم آقایمش بر نخوره، گروه های واگرا و گفتمان های جدایی سر مثلا تو دانشگاه تبریز داده میشد، خیلی وسیع بوده. اصلا از دلش مثلا جنبش آذربایجان جنوبی یا آذربایجان، جنبش ملی آذربایجان که بخشی از اون گروه چیز میکنه، اکثرا از زمین اصلاحات اومدن. دبیر کلشون عضو در واقع نامزد انتخابات شورای شهر تهران بوده زمانی که آقای حکیمی پور اینها هم بودن. حالا حتی 21,000 رأی آورد در تهران اون شخص که بعد به زندان میفته، که الان دیگه رسما استقلال طلب و تجزیه طلب هستش. و همواره جریان اصلاحی شوربختانه در این ماجرا یک حمایت حداکثری کرده. اینم نکته دیگری است که جریان اصلاحات رو اون باور نسبی که جامعه به اونها داشت کلن دک کرده، اونها رو دفع کرده. من این مسئله و این موضع رو یک منفذ تازه‌ای میبینم که هم تتمه تحول خواهان رو در واقع به خاکستر بدل میکنه، همین که شوربختانه عوامل تزاحم رو در مسیر دموکراسی خواهی جامعه ایرانی بیشتر میکنه. یعنی ما هم میدونیم، شما هم میدونید که اساساً تجزیه طلبی به مثابه یک مطالبه راستین که در کشور ما نیست، یعنی در همون کردستان عزیز نیست، در آذربایجان نیست. کسانی که اونجا زندگی کرده باشن، آمده شد داشته باشن، الان ما اینجا صحبت میکنیم، برای بسیاری از شهروندان در اون چهار استان مشخص که مورد بحث هست خیلی بیگانه میاد، خیلی بیگانه میاد. اما اصلاح طلبان به هنگام مرگ برای یارگیری حداکثری به این جریان هم در واقع روی خوش نشان دادن، ضمن این که هم به در واقع آبروی خودشون لطمه زدن که هیچ، هم اینها رو شوربختانه علی رغم اینکه یک مطالبه نبوده، یک زمزمه بوده، زمزمه تبدیل به یک مطالبه مجهول شده. اینجا آغاز یک مزاحمت برای ما. شما دارید میبینید که مثلا رضا پهلوی ناگزیر میشه که با مهتدی هم بشینه، در حالی که همه میدونیم گفتمان شاهزاده رضا پهلوی گفتمان معطوف به ملی گرایی محضه، اصلا تناسبی نداره برای همنشینی با شخصی مثل آقای مهتدی، حتی برای آن روی سکه را نشان دادن به مردم. اینجا اون چانه‌زنی ها، اون فشاری است که شوربختانه از داخل جریان اصلاحی در واقع به سپهر سیاسی ایران تحمیل کردن، تزریق کردن. و نکته پایانی، تا اطلاعات اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم در مجموعه گروهایی که شما برشمردید و من در همون کاتگوری فعلا باقی میمونم، میرسیم به همون جریان ملیگرا و حالا ملیگرا مشروطه خواه
نمیشه این دوتا رو از هم جدا دانست. یعنی شما از قبل انقلاب 57 هم بخوای برازی تاریخی به مسئله نگاه کنی، اساسا انقلابیون روی کرده ملی‌گرایی نداشتن، اصلا مفتخر به این موضوع نبودن. در واقع نوعی جریان های واگرا یا بیگانگرا، بخششون مثلا در لبنان، در الجزایر یا مساعدت مالی که از لیبی گرفته بودن، اساسا جریان های بیگانگرا بودن روی روی حکومت ملیگرا مبتنی بر توسعه که آن پادشاهی پهلوی بوده. از این منظر من میتونم اشاره کنم که جریان پادشاهی خواه اصلا یک گزاره ناگزیر تاریخی که متصف میشه به جریان ملیگرایی، نه اینکه تنها گروه ملیگرایی باشه. قطعا هموطنان جمهوری خواهی بیشماری داریم که ایران رو دوست خواهند داشت، اما به طور وزن من بخوام اشاره کنم این جریان، جریان والادستی است در قلوب مردم ایران، در منظر جمعی، اما نقصانهای خاص خودش داره و هیچگاه این موفق از این بستر موفقیت آمیز که در جامعه وجود داره امکان این پتانسیل رو امکان به بالفعل کردن برای نهادینه سازی گفتمان نداشته. هرچند بازم میگم عوامل واگرا و بیگانگرا نقش داشتن در تخریبش. مثلا یک مقطعی بوده که اگر شما میخواستید به پارامترها یا اصلا به آموزه های ملی میهنی مثل کوروش، مثل پاسارگاد اشاره کنی، سریعا توسط گروه های به تعبیری انیرانی متهم به باستانگرایی میشدی، یه جوری نفی و طرد میکردن. و جریان اصلاحی هم به مثابه ضرورت یک تکثر پشت همون جریان رو میگرفتن. به هر روی هر دو جریان، یعنی هم اصلاحی که نهایتا از انقلاب 57 فربه شدن رو ایده شدن، هم جریان های چپ که اساسا نگاه ملی ندارن، این یک عوامل مزاحم بسیار سنگینی است که کمی همیشه مسیر رو سخت میکنه. من تا این بخش از مطلبم رو اینجا میبندم تا دیگر مطلب رو بشنویم، بعد در خدمتتون خواهد. خیلی ممنونم آقای عباس زاده. سپاس. برگردیم به بحث. آغاز آقای منظرپور خواهش میکنم، حالا ما چون این چهار گروه رو که برشمردیم، خود جمهوری اسلامی رو هم بیاریم وسط، یعنی جمهوری اسلامی تو این پازل کجا قرار میگیره آقای منظرپور؟ به هر حال من فکر میکنم هنوز یه سری برگ‌هایی داره که هنوز بازی شاید نکرده. حالا ما این چهار گروه رو که شمردیم، خود جمهوری اسلامی رو هم بیاریم وسط، اینا هنوز در قدرت به هر حال هستن، این چهار گروه می جنگن برای قدرت. حالا ما در واقع بیشترمون چهار گروه باز میکنیم و ابزارهای بیشتری هم که دارن و بر خواهیم شمرد. آقای منظرپور اینم بپردازید که این جمهوری اسلامی اصلا کجای طیف آقای خاتمی رو نمیشه جمهوری اسلامی فک کرد. یعنی کنشگری طیف آقای خاتمی در مقابل جریان در واقع انقلابیه، جریانی که خواستار تغییر نظامه، کنشگری آقای خاتمی متمرکز در تقابل با رویکرد جدید آقای مهندس موسوی، در تقابل هستش با همه جریاناتی که خواستار تغییر نظام هستن، چنانچه خودش هم به صراحت میگه، میگه تغییر نظام نه مطلوبه و نه ممکن. حالا دو بار این نکته رو گفته و تمام ایادی عناصر آقای خاتمی هم بر همین تاکید دارن. بنابراین طیف آقای خاتمی رو نمیشه از نظام فک کرد و بخش عمده گوه هایی که گوه اون چوب هایی که در حفره هایی از سنگ های بزرگ میذارن، بعد اون چوب ها رو با پتک میکوبن یا آب میدن برای اینکه متورم بشه و ترک بخوره و سنگ قطع قطع بشه، اون گوه هایی که در اپوزیسیون برون مرزی نهاده شده عمدتا توسط طیف آقای خاتمیه که داره انجام میشه، به نظر من با حمایت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی. ضمن اینکه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی خودشون هم یک کنشگری خیلی نعل وارانه ای دارن. مثلا به نظر من بخش زیادی از در واقع ترویج یا پررنگ کردن نیمرخ جریان گریز از مرکز با حمایت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی داره ایفای نقش میکنه. افرادی مثل آقای افشاری و امثال هم که میرن در همایش حزب نضال الاحفاد شرکت میکنن، احمد باطبی هم بود جزوش. بله بله، من اینا رو منطبق با منویات
در واقع دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی میبینم و اونها بسیار دارای نفوذ هستند در اپوزیسیون خارج از کشور و تریبون دائمی دارن در رسانه‌های برون مرزی، در بی بی سی، در جای دیگه و میگم همپوشانی دارن. خود دستگاه امنیتی یعنی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هم یه بودجه سالیانه نزدیک 500 میلیون دلار برای در واقع خنثی کردن اپوزیسیون داره که حالا چه به صورت رسانه‌ای کار میکنه، چه به صورت در واقع در فضاهای سایبری کار میکنه و بسیار موفق بوده در ایجاد خلل و فرج در اپوزیسیون. تمام جریانات به قول معروف به تعبیر میتونیم بگیم مسبب تفرقه، مسبب رادیکالیسم، مثل اون خانمی که آمد در برلین لخت مادرزاد شد، بعدا مشخص شد که اصلا رو پیرول در واقع به صورت بیت کوین دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اصلا بهش پول داده، آمد اوریان شد گفتش که من آقایون بیان من بهشون شیر بدم، یه همچین مزخرفی در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی، و اونم در سطوح بسیار بسیار بالایی در اپوزیسیون خارج از کشور اون اثرگذاریشون حس میشه و موفقم بودن، باید اذعان کرد که بسیار موفق بودن. عرض من تمام. آقای منظرپور، من این پرسش من نمیم متوجه شدید یا نه، ما این چهار گروه که برشمردیم، خب اینا روبروی جمهوری اسلامی در واقع حالا یه بخششون قرار دارن، یه بخششون هم درون حکومت آقای خاتمی در مقابل جمهوری اسلامی قرار نداره. خب من اونو که نگفتم، منظورم اون نیستش، ولی به هر حال گروهایی که باشون کار میکنن و مثلا یه سری از اصلاح طلبان حالا هم از این ور میخورن هم از اون ور، ولی من حالا پرسشم این بود مشخصا این که ما این 5-4 گروه که شمردیم، حالا جمهوری اسلامی چه ابزاری داره که بتونه از این شرایط بیرون بیاد، حالا بتونه از این بحران‌هایی که با کشور داره، چه برگ‌هایی رو مشخصا آقای خامنه‌ای میتونه بازی کنه، چه شرایطی رو داره؟ اینم اگه در ادامه میخواید الان صحبت کنید یا حالا بذاریم. من دوستان ملت باقی عزیزان صحبت بکنن، ولی به طور کلی آقای خامنه‌ای الان تمام برگ‌ها رو در دست داره، یعنی میتونه که نظام رو ببره به سمت فروپاشی، میتونه که نظام رو ببره به سمت ثبات و استمرار. تمام برگ‌ها در دست آقای خامنه‌ایه و مهمترین برگی که آقای خامنه‌ای داره برگ جانشینیه. اگر آقای خامنه‌ای اونطور که آقای مهندس موسوی، آقای کروبی و دیگران میگن و شواهد هم اینطور دلالت میکنه متکی باشه روی انتقال قدرت به پسرش به آقا مجتبی، ما احتمال قوی میریم به سمت در واقع ادامه بحران‌های جاری در کشور، یعنی طیف آقا مجتبی، طیف پایداری یه طیف بسیار بسیار بحرانزایی هست. من اعتقاد دارم اصلا طیف پایداری یک نفوذ عمیق در نظام جمهوری اسلامی و اونها از باد هوا و از به قول معروف از هیچی بحران درست میکنن. تمام بحران هایی که سالهای اخیر به رژیم رو در معرض تهدیدات امنیتی جدی قرار داده تماماً یک پارچه برخواسته از اردوگاه پایداری بوده. اردوگاه پایداری وفاداری مطلقی داره نسبت به خامنه‌ای، ولی اعضا و عناصری که در این اردوگاه هستن به نظر میاد که دانسته یا ندانسته در صدد ایجاد تنش و بحران در نظام هستن و بسیاری از ایادی عناصرشون هم خب آشکارا به نظر میاد که اصلا مهر نفوذی هن، مثل مثلا آقای طائب و دیگران، ولی کماکان
اختیارات بی حد و حصری دارن آقای طائب، با وجود اینکه از ریاست اطلاعات سپاه حذف شده، دفترش الان دیوار به دیواره، دفتر آقای رئیسی، اکثر دستگاه‌های امنیتی اعتقاد دارن که مثلا حملاتی که به شاه چراغ شد، مخصوصا حمله اول توسط محفل آقای طائب بوده، حملاتی که به مدارس شد، حملات شیمیایی که به مدارس شد، به احتمال قریب به یقین کار محفل آقای طائب بوده، به خاطر اینکه اون حملات احتیاج به دانش فنی و اشراف اطلاعاتی داشته و ما نمیتونیم تصور بکنیم که هیچ دستگاه و سامانه دیگری در درون کشور این میزان اشراف و دانش فنی داشته باشه که حالا مثلا مسئولیت‌ها در حدی باشه که مهلک نباشه، اشراف داشته باشه کجا چه ساعتی در همه مدارس بخواد این حملات رو انجام بده. اونها فعال مایشا هستن در کشور و تاجگذاری یا امامه‌گذاری آقای مجتبی خامنه‌ای متکی به اون طیفه. بنابراین اگر با همین مدار بره جلو آقای خامنه‌ای، ما شاهد زنجیره‌ای از بحران‌های بعدی در کشور خواهیم بود. اما اگر آقای خامنه‌ای مثلا بره رو مدار این که یک کسی مثل آقای برفرض میگم سید علی خمینی رو به عنوان جانشین انتخاب بکنه، یک کسی که مورد وثوق جریانات اصولگرا هم هست و مورد وثوق جریانات اصلاح طلب هم هست، خب اون میتونه اصلا موازنه سیاسی در ایران رو کاملا تغییر بده. ولی من احتمالش رو بسیار بسیار کم میدونم. به نظر من حتی رفتن به سمت یه فردی مثل آقای دکتر رئیسی برای جانشینی، حداقل به طور موقت تا مثلا نقش محلل رو ایجاد بکنه برای مجتبی، این احتمالش قوی تره تا اینکه خامنه ای مثلا یک غلطی بزنه به سمت عقلانیت. من نمیبینم خامنه ای به سمت عقلانیت غلط بزنه و دلیلی هم الان احساس نمی کنه. احساس میکنه سرکوب کرده، موفق شده، معامله کرده، نمیدونم و چه خریده در مجامع بین المللی. احساس میکنه خامنه ای الان خر مراد و سواره، دلیلی نمیبینه. آمریکایی ها بسیار شل هستن، اروپایی ها که کاملا شلن و دلیل معناداری برای تغییر مسیر نمیبینه خامنه ای. عرض من تمام. خیلی ممنونم آقای منظرپور. خصوصا این نکته آخری هم که گفتید، بله دیگه، همین در سالگرد مهسا این 6 میلیارد دلار یه کد واضحی بود، در واقع همین اپوزیسیون هم براش یه کدی بود دیگه که حالا دل به در واقع به خارج از کشور نباید داشته باشه. من دوستان به هر حال متشکرم وقت دادید. جناب آقا کامران، همه یه تحلیل ها که شما میفرماید همش درسته، یعنی قسمت هایی از حقیقت رو تشکیل میده و یه قسمت هایی از پازل رو نقل میکنید که این پازل با پیوستن به هم کامل میشه. ولی فکر میکنم این طور که من به هر حال تو ایران هستم و به خصوص تو مرکز فتنه و قم هستم و بسیار جسورانه بسیار مسائل رو پیگیری میکنم، به نظرم میرسد که نه، هنوز مردم ما متاسفانه به این نتیجه نرسیدن که بخوان فکر کنن، بیندیشن. و حالا اگه بگم همه مردم، ولی اکثر مردم هنوز نیومدن تو این خطه و تو این جریان که یه مقدار بیشتر فکر کنن. بنابراین صحبت هایی که ما میکنیم بله درسته، ولی اصلا روش سرمایه گذاری نمیشه.
شرکت کرد. چرا؟ به دلیل اینکه فکر مردم ما هنوز واقعا ملی گرایی و مشروط خواهی و حالا حتی سلطنت طلبی و حتی رضا شاه پهلوی، اینها هنوز که هنوز مردم واقف نیستن، یعنی توانایی شناخت کافی رو به نظرم میرسد که ندارن. هنوز اون نمیدونم چیزهای آهکین که تو مغز بعضی ها هست هنوز سنتی فکر میکنن و هنوزم گرفتاری این مملکتن. اما اینکه شما آقای نمیدونم منظرپور بود یا آقای عباسپور بود فرمودن هاشم رفسنجانی مادر همه فتنه ها، این آقای هاشم رفسنجانیه. اگر دقت کنید همه بدبختی ها، همه گرفتاری ها، همه اینکه سپاه رو شاخ کردن، همه اینکه اطلاعات سپاه درست کردن، همه اینکه شهرداری ها رو ایجو قول و یک چیزای عجیب غریب درست کردن، همه رو این آقای هاشم رفسنجانی درست کرد و فکر میکرد همه رو داره میچینه تو کیسه خودش. غافل از این که میوه رو پوست کند تا دیگران پایین بدن. یه مطلب هم هست که ببین دوستان دیگه، اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا و نمیدونم این مسائلی که قبلا مطرح بوده دیگه الان معنا نداره، به خصوص با موضع‌گیری های حالا آقای منظرپور. من عذرخواهی میکنم از شما، ولی آقای خاتمی ها دیگه یه زمانی وقتی صحبت از آقای خاتمی میشد آدم یک بشاشیت و یک شفافیت تو چهرش میدید و امیدوار میشد. الان او درست عکس شده با مواضعی که گرفته و با این کارهایی که داره انجام میگه. بنابراین آقای خاتمی رو دیگه نمیشه جزء جرگه اصلاح طلبان به معنای اون زمان شمرد. به عکسش آقای موسوی و یا آقای کروبی. آقای کروبی کمتر میشه دوش سرمایه گذاری کنی، ولی به نظرم میرسه که آقای موسوی جایگزینه آقای خاتمی شده و میتونه نقش بزرگی بازی کنه با توجه به اینکه جایگاه خوبی تو سپاه و تو جاهای مختلف داره و هنوز که هنوز یک محبوبیت خاصی بین افراد خاصی داره و نمونه آشکارش نیست که صریحاً از ابتدا آقای خامنه‌ای رو به خوبی میشناخت، از موقعیت آقای خامنه‌ای اطلاع داشت، از روحیه و دیکتاتور مآبی آقای خامنه‌ای اطلاع داشت. لذا آقای خامنه‌ای وقتی اسم آقای موسوی رو میشنوه، نه به عنوان اینکه آقای موسویه، به عنوان اون چه خودش در خودش مشکلاتی رو میبینه و او خصائص خبیثی که در خودش میبینه اونا رو یادآور میشه. چرا؟ چون آقای میرحسین اطلاع داره. بنابراین اصلا نمیشه سرمایه گذاری کرد. یه وقت هم یه بادی وزید و امیدواریم که به خیر باشد و مملکت ما دیگه تجزیه و تحلیل، تجزیه و فدرال و اینا بازیه. مملکت ما یک مملکته، یک پارچه، و کردستان و سیستان و بلوچستان و خوزستان همه مردم ما یکسان باید دستشون رو به دست هم بدن. ما دیگه بابا سفیه نیستیم که فقیه بخوان. ما فقیه میخوایم چیکار؟ ما یه رئیس جمهور میخوایم مثل همه دنیا 4 سال به 4 سال یا 6 سال به 6 سال عوضش کنیم. و دیگه حالا وصله به سید علی خامنه‌ای، سید علی خمینی بشه، یه بچه جیگول چیزه یا مثلا مجتبی خامنه‌ای، نه دیگه محلی از اعراب ندارن. با این که جبهه پایداری و اون
چیز حجتیه بسیار نفوذ دارن، ولی من فکر نمی کنم چندان مؤثر باشه. عذرخواهی می کنم زیاد صحبت کردم. مسئله آقای منتظری هم خواستم بگم که دیگه زیاد صحبت شد، ببخشید، عذرخواهی می کنم از همه. خیلی ممنون آقای مهرابی، حتما در ادامه بحث آقای منتظری را مطرح کنید. اما این عرض ادب داشته باشم خدمت جناب مهرابی بزرگوار و نازنین، همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت بانو سارا که به ما پیوستن، جناب آقای هومن جوان نازنین، آقای دکتر سپر، آقای رضا و همه عزیزانی که در اودینس هستن. من بسیاری از بزرگان رو میبینم در اودینس که براشون دعوتنامه هم فرستادم. میکنم ایشون در دست اصلاح طلبا گفتن ایشون رو قرار ندید، گفتن حتی از اصلاح طلبی هم حالا عبور چیز کردن دیگه، کوتاه اومدن و دیگه به قول شما که عمله رژیم شدن. ما آقای سپهرم بشنویم. آقای آریا درود بر شما. درود بر شما جناب کامران عزیز، جناب هومن، بانو نگار، بانو سارا، جناب منظرپور گرامی، همه عزیزان، امیدوارم همه حالشون خوب بشه. عرشبت که من بعضی از مطالب دوستان رو که شنیدم، البته این ورانور بودم کمی سرم شلوغ بود، ولی به نظرم میاد، ببینید یه چیز ما باید در نظر بگیریم. ببینید این دو تا جبهه داره به وجود میاد. آقای منظرپور هم بارها راجعش صحبت کردن، این جبهه ایرانگرا و جبهه‌ای که ایرانگرا نیست، حالا به هر علتی که حالا میشه چیزش کرد، حالا این اینا الان شاخصشون تقریبا داره میشه ضدیت با پهلوی، و اونایی که نه، حالا فرق نمی کنه، جمهوری خواه یا مشروطه خواه یا پادشاهی خواه فرق نمی کنه، بعضی ها دشمنی و چیزی به پهلوی ندارن، ولی یه عده‌ای دارن. اینو نمیشه چیز کرد. اون طیفی که با پهلوی مشکل دارن، شما وقتی که نگاه میکنید میبینید توشون همه جور آدمی هست، از تجزیه طلب هست. ببخشید آقای شایان، من صدای شما رو از دست دادم، احتمالاً عیب فنی موبایل منه، اگر ممکنه یک ثانیه قطع بکنید من برم برگردم که بشنوم، یک ثانیه فقط. خواهش میکنم، حتما بفرمایید. میکنم ببخشید، ادامه بدید. خواهش میکنم. بله نمیدونم الان درست شد صدای من هست؟ بله بله الان درست شد، الان درست شد. بسیار عالی. داشتم اینو عرض میکردم که جناب منظرپور بارها راجع به این مسئله صحبت کردن. ما الان دو تا جبهه در برابر هم داریم، یکی جبهه ایرانگراست که میخواهد ایران نجات پیدا بکنه و مشکلی هم با پهلوی نداره، حالا چه اگر هم پادشاهی خواه نباشه، احساس میکنه که اگر به صلاح حمایت از شاهزاده به نجات ایران کمک میکنه چرا که نه. هیدم که خب طرفدار ایرانگران و طرفدار خود نظام پادشاهی و شخص شاهزاده هستن، اونها هم که خب وضعیتشون مشخصه. ولی ما یه جبهه دیگری داره شکل گرفته و داره که اونها به شدت ضد پهلوی هستن، این ایرانگرایی رو ندارن، یعنی به هر قیمتی شده میخواهند که فقط این پهلویه بر نگرده، پادشاهی بر نگرده. در این طیف شما وقتی نگاه میکنید از تجزیه طلبش هست، از نمیدونم اصولگراش هست، حزب اللهیش هست، نمیدونم اصلاح طلبش هست، چپ محور مقاومتیش هست، مجاهدین خلق توش هست، کمونیستای سطح قدیم، سبک قدیم هست، همه جور از این طیف شما درشون میبینید. از جهات این نقطه قوتشونه، به خاطر اینکه به هر حال در یک چیز اینها با هم متحده. اما در یک چیز اگر ما نگاه بکنیم، این نقطه ضعفشونه به نظر من البته، چون هرچه اینها عرشبت که بیشتر با پهلوی مقاومت میکنن و مخالفت میکنن، در ذهنیت مردم همون کولیشن سال 57 رو تداعی میکنن، دقیقا هم همون آدمان
همون نهله های فکر، اگر همون اشخاص هم نباشن، همون نهله های فکری هن، همون نوع نگاه هن. و همون بسیار با همون برنامه های حالا بعضن آرمانی، بعضن واقعا ویرانگر، بعضن خیلی نعیف و و و خیلی از این چیزا. این به نظر من یک نقطه ایست که ایرانگراها میتونن ازش استفاده بکنن اگر هوشیار باشن و درست عمل بکنن، یعنی با تبلیغات درست و با بازگوی واقعیتی که آقا این کسانی که به اصطلاح در این جبهه جمع شدن، شما نگاه بکنید ای مردم، هیچ کدومشون واقعا اولویتشون شما نیستین. کسانی که حاضرن این نظام بمونه، با اینکه در یه جمله قبلش، دو تا جمله قبل صحبت هاشون گفتن که آقا این ایران داره نابود میشه، ولی سه چهار تا جمله اون ورتر میگن اگه قرار باشه پهلوی بیاد پس همین نظام بمونه بهتره، یعنی چی؟ یعنی اولویت اصلشون برنگشتن پهلویه، نه نجات کشور. چون خودشون اذعان کردن که این مملکت داره با این نظام عبی میره، ولی حاضرن این نظام بمونه ولی اون نیاد که نجات پیدا بکنه. این یک واقعیته. حالا ما اگر ما جبهه به اصطلاح ملی‌گراها، چه جمهوری خواه باشیم چه پادشاهی خواه باشیم، بتونیم از این قضیه استفاده درست رو بکنیم، یعنی واقعیت رو به طور درست به مردم بگیم، گرچه مردم میبینن، برای همین هم هست که اینها به وقتی نگاه میکنید به حرفاشون، به کارهاشون، هم میبینید که دارن با هم عرض شود که در یک توافق نانوشته متحد میشن، یعنی حرفای همدیگر رو تکرار میکنن، نوک حمله شون به جای رژیم برگشته به پهلوی. خب مردم اینو حالا یا میبینن یا اگرم نمیبینن، وظیفه ماست که بعد بهشون بگیم. این به نظر من نقطه ضعفشون، خودشون فکر میکنن نقطه قوت ها، یا بعضی ها از طرف ما ممکنه فکر بکنن که اوه همه دارن با هم متحد میشن، در صورتی که این به نظر من نقطه ضعفشون، چون هرچی بیشتر با هم متحد میشن در برابر پهلوی، خودشون رو بیشتر به شبیه به هم 57 میکنن که باعث و از دید اکثریت مردم ایران باعث و بانی این مصیبتیست که الان درش گرفتار شدن. یه واقعیت. اون دوستی من میگم تو ماشین بودم، نمیدونم کدوم یکی از دوستان بودم، میگفتن که ماها باید به حساب بریم روی نقاط مشترکمون با هم به توافق برسیم. من اینو بارها تو این اتاقا عرض کردم، به نظر من این کاملا اشتباهه، کاملا اشتباه، چون گروه های سیاسی اصولا بر روی نقاط مشترکشون با هم به توافق نمیرسن، همکاری نمیکنن، بر روی اولویت هاشون با هم همکاری میکنن، با هم ائتلاف میکنن. کمان که شما دارید میبینید مجاهدین خلق با نمیدونم آقای خاتمی چیزی در اشتراک چندانی نداره، ولی در پهلوی ستیزی میبینید که با هم دارن کار میکنن، دانسته و ندانسته در یک توافق نانوشته دارن با هم کار میکنن. جبهه مقاومت نمیدونم این چیزا، کمونیستای قدیمی، جبهه مقاومتی ها، اینا با خیلی های دیگه چیزی ندارن در، ولی باز میبینی که سر این قضیه دارن با هم همکاری میکنن. چرا؟ چون همشون وقتی شما نگاه میکنین اولویتشون جلوگیری از بازگشت پهلویه، ولو به نتیجه عملیش این بشه که ایران نابود بشه، براشون مهم نیست، اولویتشون اونه. برای همین میبینید با هم دارن همکاری میکنن، با هم دارن کوردینیت میکنن و با هم دارن نزدیک و نزدیکتر میشه. این رو هم به نظر من باید به مردم توضیح بدیم که آقا اینا چرا این گونه دارن عمل میکنن. این تصادفی نیست که مجاهدین و نمیدونم حزب اللهی و مذهبی و نمیدونم سکولار و دشمن مذهب و اونی که نمیدونم پیغمبر و امام و فلان و بهمان فوش خار مادر میده، یک مرتبه در پهلوی ستیزی حرفای همدیگر رو تکرار میکنن و مثل اینکه تو قشنگر روی نوشته دارن میخونن.
نوک حمله هاشون، حالا یا شاهزاده است یا اعلیحضرت فقید یا به هر حال هر چیزا هر حرف هم دیگر تکرار، این هم تصادفی نیست. این رو هم ما باید به مردم نشون بدیم و الا اینا ادوانتج زیاد دارن. به قول جناب منظرپور بارها گفتن اینا پول زیاد دارن، چون اون مافیایی که بر ایران حاکمه، اون مافیا خواهان اتفاقا ادامه این وضعه، اونها هم ضد پهلوی هستن. اون مافیایی که در ایران حاکمه، مافیای اقتصادی که بر ایران حاکمه، 40 و چند سال میلیارد 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 دزدیده، بدون حساب و کتاب دزدیده، این ور اون ور قایم کرده، خب معلومه که نمیخواد پهلوی برگرده. اون میخواد همین سیستم، حالا اگر هم شد با یه نام دیگری، ادامه پیدا بکنه که به غارتش ادامه بده. شما وقتی یه چند قدم عقب بگذارید به این صحنه اینگونه نگاه بکنید، اون وقت متوجه میشید که اینا چه خوابایی برای ما دیدن. با این همه پول و ثروتی که در اختیار دارن، چه خوابی برای ملت ایران دیدن، چه خوابی برای این سرزمین دیدن. و ما با چه هیولایی روبرو هستیم، با یه هیولای هزار سری که به همدیگه کمک میکنن، مالی شده میکنن، سیاسی شده میکنن، تبلیغاتی شده میکنن. خارجی هم همینو میخوان، خارجی ما همینو میخوان. یه روز از مجاهدین کمک مجاهدین رو گنده میکنن، از جمهوری اسلامی امتیاز میگیرن. یه روز این یکی رو گنده میکنن، از اون یکی امتیاز میگیرن. و طوریم در این بازی اون چی که غارت میشه منافع ملت ایران، آینده این سرزمین. اینا رو اگه ما بتونیم درست منسجم به مردم توضیح بدیم، اون وقتی که اون دست بالای پتانسیل دست بالایی که ملی گراها دارن، میتونن ازش حد اکثر استفاده رو بکنن. حالا دیگه ما بتونیم این کارو بکنیم نتونیم این کارو بکنیم، دیگه اون بسته به عرضه خودمون داره. ولی این صحنه داره خیلی خوب به نظر من روشن میشه و همه دیگه دارن دستشون رو کم و بیش از خیلی بعضی جهات، حداقل از این جنبش که نگاه بکنید، دستشون رو دارن رو بازی میکنن، چون چاره دیگه ای ندارن، مجبورن دستشون رو بازی بکنن. و شما الان دارید میبینید که اولویت های هر کدومشون چیه و وقتی نگاه میکنید این اولویت اصلی همشون فقط و فقط جلوگیری از بازگشت پهلوی و پادشاهیه. همین، هیچ اولویت دیگه ای ندارن، چون از این جبهه دارن احساس خطر میکنن. حالا به هر علتی، خیلی ها ممکنه مثلا بگن که بابا مثلا پهلوی حالا چه خطری برای اینها چیز میکنه، ولی خب اونا بهتر میدونن، اونا بهتر میدونن به اصطلاح چیز احساسات ملی گرایانه چقدر قویه، نه تنها در ایران، در همه جا. و این چه پتانسیلی داره که مردم منافع ملی خودشون رو فدای چیزی نمی کنن. همه اینایی که میگن مثلا دین، آخو دین مردم فلان بیزاره، اینگونه نیست اونچنان. شما به تاریخ خود ما، کشور ما، خودمون نگاه بکنید، چندین و چند بار دینمون رو عوض کردیم، ملت ما دینشون رو عوض کردن، خیلی هم راحت عوض کردن، حالا اگرم راحت نبوده ولی عوض کردن. میترایی بودن، زرتشتی شدن، زرتشتی بودن، مسلمون شدن، مسلمون سنی بودن، شیعه شدن، این بودن، اون بودن، عوض می شود. مردم دینشون همه جای دنیا همینطوره. انگلیس ها مگه نبودن؟ کاتولیک بودن، شدن انگلیکن. ولی منافع ملیشون چون اصل بود در اون قضیه. الان هم همینطور. این پتانسیل اونا متوجه هن. ولی متاسفانه بعضی از ما ملی‌گراها خودمون هنوز متوجه نشدیم که این چه پتانسیل قویه و چگونه میتونیم ازش استفاده بهینه در راه درست بکنی و ازش استفاده بکنیم که کشورمون رو نجات بدیم. همین، خیلی ممنون دیگه، میبخشید من زیاد صحبت کردم، سپاس از فرصتی که داد. سپاسگزارم آقای آریا. من ظرف شما نکته ندارید؟ من خیلی وقت صداتون نشینم. من میخواستم فرمایشات آقای
جناب آقای شایان آریا رو کاملا تایید بکنم. منم اعتقاد دارم که تمام اون تقسیم بندی هم که ما کردیم یک کمی پیچیده سازی صحنه بود. صحنه از این ساده تره و همون بحث یک جریان اردوگاه یا پارادایم ملیه که این پارادایم ملی هم فراجناحیه، یعنی ممکنه یه عده‌ای هم اصلا در درون حاکمیت هم باشن ولی به لحاظ اندیشه‌ای در پارادایم ملی قرار بگیرن، و یک اردوگاه هم هستش که پارادایم ضد ملیه، که در پارادایم ضد ملی ما الان داریم یک کمپوشانی بین حالا اصلاح طلبان، نمیدونم جریانات قومگرا و حتی بعضی محافل اطلاعاتی در اون مرزی رو میبینیم، هر کدوم به خاطر مقاصد خودشون دارن سعی میکنن این نیمرخ جریان مثلا حالا ضد ملی یا گریز از مرکز رو بسیار پررنگتر از اون چیزی که هستش جلوه بدن. من یک سوال دارم برای جناب آقای آریا، یک سوالم دارم از آقای مدرسی. سوال من از جناب آریا اینه که با توجه به اینکه اردوگاه ملی حالا اصلا در کلیتش کم امکانات ترین اردوگاه کشوره، یعنی نه لابیگری به من مثلا معنی داری میکنه، نه منابع مالی قابل توجهی داره، نه یه دونه کف رسانه‌ای داره، نه مورد توجه رسانه هاست، و واقعا هیچ امکاناتی نداره. آیا صرف اقبال و به قول معروف حالا به تعبیری راه حل کفایت میکنه؟ چون که به نظر بنده کفایت نمیکنه، ولی دوست دارم آقای آریا اینو پاسخ بدن. سوالی که از آقای مدرسی دارم این هستش که یک سیگنال هایی اخیراً در سالهای اخیر و به ویژه در ماههای اخیر ما میبینیم در درون کادرهایی از نظام یا کادرهای سابق نظام که الان دارن روی بحث بازگشت به مشروطیت مانور میدن، از آقای حجاریان گرفته تا آقای برفرض نصیری. آیا اون مجموعه تئوریسین های نظام که احساس میکنن جریان پایداری ممکنه اینا رو با خطر انقراض مواجه بکنه، نه تنها اینها رو بلکه کشور رو با خطر نابودی مطلق مواجه بکنه، آیا الان تو این فکرن که واقعا به معنی واقعی برگردن به در واقع آرمانهای انقلاب مشروطه که خب طبیعتاً در اون شاهزاده رضا پهلوی نقش بسیار بسیار محوری و تعیین کننده خواهد داشت، یا اینکه این هم یک ترفند و تروکاژی برای همون چانه زنی های درون سیستمی؟ ممنون میشم. حالا به هر ترتیبی که کامران صلاح میدونه اول پاسخ آقای آریا رو بشنویم یا پاسخ آقای مدرسی رو بشنویم، ولی خیلی دوست دارم این دوتا سوال و این دو عزیز پاسخ بدن. عرض من تمام. بله خیلی ممنونم. صاحب اتاقی دقای منظرپور، من فکر میکنم بشنویم از دوستانی هم که حالا در اتاق هستن و خیلی وقت در اتاق هستن. من اصخایی میکنم، به هر حال بحثای آکادمی که مقدار زمانم میبره دیگه، یا ما پاسخ شما رو بشنویم بعد خدمت آقای مدرسی برسیم و بعد دیگر دوستان. بله خیلی ممنون. درود مجدد به همه عزیزان که به ما پیوستن. بانو توکلی، آقای مدرسی، همه عزیزان. والا ببینید، من با شما موافقم، تمام امکانات در دست اونهاست، ولی ما امکانات خودمون رو نباید دست کم بگیریم، به این معنا که ما یک چیزی داریم که جبهه مقابل نداره،
و اون این هست که ما واقعا یک راهکاری برای برون رفت از این نظام داریم. ما یک، من اینو تازگی ها زیادتر میگم به خاطر اینکه واقعا احساس میکنم باید گفته بشه. ببینید ما تنها مثل اون جبهه فقط شعار نیست حرفام، صرفا حرفای قشنگ نیست، ما یک راهکار واقعی داریم، یعنی یک جایگزین واقعی برای این نظام داریم، حداقل طیف مشروطه خواه داره. ما یک ساختار قانونی داریم، یک سنت چند هزار ساله داریم، یک بدنه قانونی داریم، یک تجربه اجرایی اون بدنه قانونی داره که کشور رو اداره کرده، گواه تاریخ از قبل و بعدش بهتر اداره کرده و خیلی چیزهای دیگه. یعنی اگر ما مردم بخوان فکر بکنن که آقا این نظام داره فرو میریزه، تکلیف چیه، قراره چی اتفاقی بیفته، ما این دست بالا رو داریم و این خیلی بزرگه. اگه خودمون درکش بکنیم خیلی بزرگه که میتونه یک جمعیت عظیمی رو از مردم جلب بکنه، بهشون اون اطمینان خاطر رو بده که اگر میخوان دنبال یک جایگزینی براش میگن، جایگزین واقعی و عملی و منطقی و قانونی و غیره و غیره حی حاضر هست و این ممکنه بهشون اطمینان بده که به بسیارشون اطمینان خواهد داد که بیان به طرف این بر. اونور اما ندارن اینو و این بزرگترین ضعفشونه. اون جبهه ضد ملی از مجاهدینش بگیر تا نمیدونم حزب اللهش بگیر تا نمیدونم اصلاح طلبش بگیر تا نمیدونم جبهه مقاومتش بگیر، این ورش بگیر، اون ورش بگیر، میبینی اینا اصلا نه تنها در این مورد، در مورد جایگزین قراره چه اتفاقی بیفته، چه بدنه ای باید باشه، چه سیستمی باید باشه، جز کلیگویی هیچی ندارن. و نه تنها جز کلیگویی هیچی ندارن، در تضاد عمیق هم با هم هستن. و این مرد و این و این مردم اینو میبینن، متوجه هستن، میدونن چی بشه. حالا این به نظر من بزرگترین شانس چیز ماست، دست بالای ماست. بله ما پول نداریم به اندازه اونها، نمیدونم همه این چیزا هست، ولی اگه ما درست عمل بکنیم چیزهایی داریم که اونها ندارن و نمیتونن داشته باشن. این بزرگترین قدرت ماست، بزرگترین قدرت ما اینه. فقط یه چیز دیگه من بگم، اون چیزی که شما فهم، اون مشروط خواهی که آقایون نمیدونم اصلاح طلب ها ازش صحبت میکنن، با این مشروط خواهی ما زمین تا آسمون فرق میکنه. اونها میخوان آقای خامنه ای رو بگن مثلا یه چیزی مثل شاه، ما فقط مشروط، یعنی این ولایت فقیه رو مثل پادشاهی مشروطش بکنیم. این زمین تا آسمون فرق میکنه با اون چیزی که مشروطه هست و اینا. برای همینم اینا میخوان، اینا تخصصشون در گلالود کردن آب دیگه. میبینن مردم به مشروطه و پادشاهی و اون ور دارن تمایل پیدا میکنن، یا حداقل اون دروغهایی که نسبت بهش داده شده بوده، گفته شده بوده در عرض این 40 سال توسط این گروه ها، دیگه اون خریدار قدیم رو ندارن. میگن خیلی خوب، حالا این مشروطه رو ما بعد یه جوری کجا معوجش کنیم که بتونیم از توش یه چیزی از توش در بیاریم. من گمون نکنم اونا بیان به طرف مشروطه واقعی و شاهزاده و اینا، مگه اینکه از روی سر اجبار در اون لحظات آخر یا ماهای آخر که دیگه میبینن همیشه در اصلا میپاشه و اینا، برای حفظ خودشون این کار رو بکنن. ولی اون چیزی که من از اینها میشنوم و میبینم بیشتر همینه که آب رو گلالود بکنن، مردم رو گیج بکنن، بگن مشروطه میخواین، خب مشروطه در همین جا ما میتونیم بکنیم. آقای خامنه ای شاه، کمان که میبینید دیگه، میگن دیگه که نمیدونم مقام، نمیدونم مادام العمر فلان و بیسار،
ایزد نشان میگن اون. بله ایزد نشان و مقام نمیدونم غیر انتخابی و این میبینی از این اصطلاح ها به کار میبرن که بعد هم بتونن شاه رو بکوبن، پادشاهی رو بکوبن و هم اینو با اون مقایسه بکنن و بعد هم میگه خب شما اگه مشروطه میخواین خب ما چطور اینو مشروطش بکنیم؟ نیازی نداره پادشاه مشروطه داشته باشیم، ولی یه فقیه مشروطه براتون درست میکنیم. من اینو اینجوری میبینم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. منم کاملا با شما موافقم آقای آریا. من اعتقاد دارم حتی بعضی از منادیان حالا مثلا شبه آکادمیکشون در داخل کشور که دارن اینو تبلیغ میکنن، تلاششون اینه که در واقع ولایت فقیه رو یه جور پادشاهی بکنن، که همونطور که شما گفتید هم پادشاهی رو بی‌اعتبار بکنن، همین که مشروطه‌خواهی رو بسوزونن، یعنی دارن موازی سازی میکنن. ولی با این حال به خاطر اینکه آقای مدرسی در داخل و به هر حال با برخی از اینا هم در ارتباطه، گفتیم نظر آقای مدرسی هم بدونیم ببینیم پرسپکتیو ایشون چیه. ولی من نظرم کاملا به نظر شما نزدیکه. بی نهایت سپاس. بله خیلی ممنون. آقای مدرسی صدای ما رو میشنوین؟ اگر که هستید در خدمتتون هستیم. بله سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام عزیزانی که در اتاق هستن و عزیزانی که روی استیج حضور دارن. از دوست گرامی جناب آقای منظرپور هم تشکر میکنم، به ویژه سوالی که مطرح کردن. اگرچه سوال عمیقی بود، اما قاعدتا جواب عمیقی نخواهد بود، به دلیل اینکه واقعیتش من مناسبات سیاسی در ایران رو و چه در داخل جریان‌های سیاسی، چه در حاکمیت، چه در بین اپوزیسیون، یک نگاه به معروف فراگیری که همه بخش ها رو با هم رصد کنه و به صحبت های یک دیگر توجه هم بکنند، به نظر میرسه که حداقل من بیرون از ایران رو نمیدونم، اما احساس میکنم جریان های سیاسی مثل یک لاک پشتی هستند که حداقل اینهایی که در داخل ایرانن که سر در لاک کردن و آنچنان به پیرامون خود غیر از مباحثی که ممکنه به حاکمیت رب پیدا کنه و اونها به این دلیل بهش توجه کنن، اما به جریان‌های حتی رقبای سیاسیشون، یعنی جریان‌های اصولگرا و مسائلی از این قبیل هم توجه ندارن. یک نوع انفعال همراه چند شوی امضای بیانیه من فقط در بین جریان‌های به هر حال مدعی تحول در داخل ایران می‌بینم. اصلا هم دنبال این در روی این استیج دنبال ارزش‌گذاری و نفی یا تمجید یا تقدیر از هیچ جریان سیاسی نیستم، اما با توجه به مخاطبین این اتاق و نکاتی که دوستان مطرح کردن، فکر میکنم دو مسئله حائز اهمیت، یکی به نظر من یعنی دو اتفاق بزرگ افتاده، یکی این صوت یک ساعت و اندی بیش از یک ساعت و نیمه جناب عبدالله مهتدی و مصاحبه جناب آقای پهلوی در ابتدای شهریور، حالا نمیدونم به تقویم شما کی میشه، به هر حال این دو نکته به نظر من یک تحول بازشناسی فضای پیرامونی ما رو در عرصه سیاست حتی بیش از اتفاق گروه ها و احزاب سیاسی داخل ایران به نظر من حائز اهمیت بود. آقای پهلوی که معتقد هستم که مصاحبه ایشون در اون روز یک مصاحبه منحصر به فرد و متفاوت بود، چه ما از جناب پهلوی خوشمون بیا چه بدمون بیا، چه مخالفش باشیم چه دشمنش باشیم چه دوستش باشیم، من معتقدم یک دگردیسی و یک چرخش استراتژیک در سیاست‌های این جریان بود، چه این جریان رو ما حائز اهمیت بدونیم، چه معتقد باشیم تأثیر داره نداره، اصلا اینا اهمیت نداره.
مهم اینه که مخاطب باید متوجه باشه که این مصاحبه‌ای که دور یک میز، اون هم میزی عادی، بیان شد دارای نکات بسیار مهمی بود. یکی این که خود اون میز و نشستن آقای پهلوی دور اون میز رو من قبلا هم گفتم، چون دوستان شاید نشنیده باشم، اگرم میگید شنیدم من ادامه نمیدم، دوستان حتما به من راهنمایی کنن. آقای پهلوی برعکس همه نشستای مطبوعاتیش سر میزی میشینه که مثل یک مدیر ارشد یک پروژه بزرگ میخواد هدایتگری کنه، راهبری کنه، پیش ببره. یعنی بیش از این که یک سیاست مدار رو به تصویر کشید، بیشتر یک مدیر عالی و یک راهبر یک پروژه، یک حرکت، یک هرچی اسمشو میذارید رو تداعی کرد. و فاصله نزدیک بین مدیر و خبرنگارها باز هم به نظر من پیام مثبتی رو داشت از دیدی که دگردیسی که داره رخ میده. و از طرف دیگه به نظر من با وجود اینکه من مصاحبه دیماه آقای پهلوی رو با دویچه وله و منوتو در 1401 بسیار پر اهمیت می دیدم، اما این مصاحبه رو اصلا فاصلش از زمین تا آسمونه، چون نگاهی که آقای پهلوی برای اولین بار مطرح کرد، نگاه یک استقلال رأی، بی تفاوتی نسبت به جریانهای دیگر اپوزیسیونی که مانع تراشی میکنن، نه تمام جریان اپوزیسیون. و به صراحت هم سخن گفت، یعنی به نظر من تعارف هم نکرد، ممکنه بعضیا نخواستن بشنون یا نشنیدن، من نمیدونم، اما دقیقا بیان کرد که بنده، حالا من عین کلام ایشون یادم نیست، اما دقیقا ایشون بیان کرد که ما مشخصه به هر حال هر کی میخواد بیاد وارد این جبهه بشه برای اون نگاهی که ایشون داره. دومین نکته تاکید مستمر و تاکید مجدد بر تمامیت ارضی در کنار بقیه مسائل بود. این هم نشون داد برعکس برخی چهرهای داخل ایران که پیش از این اصلاح طلب بودن، امروز در جایگاه اپوزیسیون نشستن، ترس داشتن که از تمامیت ارضی در بیانیه‌شون استفاده کنن، آقای پهلوی از بیان تمامیت ارضی هم ترسی نداشت مثل اونها که از یک پارچگی سرزمینی استفاده کنه. و دوم این که به نظرم میرسه تأکید مجددی بر یک نئو مشروط طلبی ابتدایی خالص ناب بود، اونجایی که از حکومت قانون، امنیت، آزادی و حقوق بشر صحبت میکرد، و چون در جایگاه اپوزیسیون صحبت میکرد هراس نداشت که از واژه امنیت استفاده کنه، و این هم باز به نظر من یه پالس مثبت برای آقای پهلوی بود. و الا اگر اپوزیسیون دیگه بود میگفت این الان برای ما بد میشه، ما صحبت از امنیت میکنیم میگیم طرفدار مثلا جمهوری اسلامی شدیم یا حاشیه سازی. این عدم توجهش به حاشیه سازی در مصاحبه نظر من جدی بود، حرکت جدید بود. اما من زیاد نمیخوام، خیلی مطالب در این مصاحبه بود که خیلی هم زمان گذشته، شاید باعث اذیت دوستان بشه که به هر حال مبحث خیلی قدیمیه، اما خیلی موضوع به نظر من جای بررسی داره اون مصاحبه، از دیدگاه سیاسی، نه از دیدگاه مثبت، نه از دیدگاه منفی. و الا نگرش سیاسی من نسبت به اپوزیسیون و هواداری من از حفظ جمهوری اسلامی برام مشخصه، اینکه نه من میتونم نقضش کنم نه میتونم پنهانش کنم، اما به نظر من اون مصاحبه از نظر فنی بسیار مصاحبه مهمی بود. به نظر من تیمی یا افرادی که اون مصاحبه رو کمک کرده بودن، به هر حال کار کرده، من اصلا نمیدونم کیا بودن، چی بوده، چه جوری بوده، اما من مصاحبه رو خیلی گردن کلوف میدیدم دیدم. دومین نکته بحث آقای مهتدیه. من به نظرم خدمتی که آقای مهتدی با این مصاحبه کرد واقعا باید ازش تشکر کرد. یعنی بسیاری از مسائل رو دوستان در مسائل مختلف در مورد به نوعی هایجک کردن جنبش مهسا، خیزش مهسا و حرکتی که انجام شد توسط این جریان بیان شده بود، اما برخی از چپ‌ها یا برخی از
نیروهای ملی مذهبی یا اصلاح طلبان این ور آب اون ور آب بالا پایین سرشون رو در درون برف کرده بودن و نمیخواستن بپذیرن که بله به کردها، بلوچها و خیلی از اقوام واقعا اجحافایی شده. اما مگر جریان آقای مهتدی قبل از جمهوری اسلامی هم به این امور دست نمیزد؟ مگر دو روز بعد از 20 بهمن که هنوز جمهوری اسلامی نیامده بود دست به سوء استفاده از فضا نکرد که جدایی طلبی خودش رو به اغما چیز کنه؟ اما به نظر میرسه به حماقت بعضی از افراد که اسمم نمیبرم به هر حال در اوجه، یعنی احساسی بودن افراد اقلیم نمیشناسه، ممکنه در لس آنجلس باشه، ممکنه در قم باشه، ممکنه در مشهد باشه یا تهران باشه، هر جایی میتونه باشه. و الا این که پیشینه جریان این جریان آقای مهتدی و دوستانشون کاملا مشخصه که ما با توییت های موزهه که بعضی ها روبرو میشیم که امروز کاملا هماهنگ با مجاهدین دست در دست هم دارن عملیات میکنن که متاسفانه ما با یک مریم رجوی کوچولو هم تازگی روبرو شدیم که مشخصا نشون میده مریم رجوی کوچولو به هر حال جلساتی با مریم رجوی بزرگ داره که منظورتون خانم علی نژاد دیگه، درست میگم؟ بله زیاد بله. علاقه ندارم اسم ایشون رو بیارم. به هر حال ایشون از یه نقطه ای از ایران رفتن که به هر حال خبرنگار بدون تعارف درجه 3 بودن که به هر حال رسیدن به اینجا و امروز اراذل اوباش رو با معروف اووردن و مهم نیست که به کی فوش میدن، مهم اینه که یک اقدام زشت و کثیفی داره انجام میشه و به نظر من هر انسان جوانمردی هر عقیده سیاسی داشته باشه مهم نیست که مخالف موافق چیه، موافق قاعدتا این شیوه رفتارها در فضای مجازی آسیب بسیاری به نخبگان کشور میزنه. کسی که پرستویی رو میخواد کتک بزنه، اون یکی آقای پهلوی رو اول رفته بود پس و پنهون، اینقدر شجاعت نداشت بیاد برنامه ریزی کنه، بعد نریمان غریب رو بره بچسبه به نریمان غریب بگه برو با محمود عنایت صحبت کن، بعد محمود عنایت بهش میکروفون بده وقت بده، بعد از اون ور عبدالرحمن راشد گوش محمود عنایت رو بچینه. یعنی یک رفتارهای بچگانه و بسیار کوتوله صفتانه که من متاسفم که هیچ کس نمیگیره این رو بگه بشین سر جات بلند نشو، این همه آدم درست حسابی. من به نظرم اتحاد استراتژیک مجاهدین لومپنهای بیهویتی مثل همین دخترک و سوم به هر حال جریان تجزیه طلب یک مثلث قدرتمندی رو دارن تشکیل میدن که هر کس با این مثلث نباشه میخواد جریان پادشاهی طلب باشه، میخواد هر جریان دیگه باشه. اما یه نکته کوچیکم بگم، امیدوارم دوستان طرفدار آقای پهلوی ناراحت نشن، و اون اینه که من معتقدم که جریان من و تو به دنبال این هستش که در کنار جریان آقای پهلوی و جریان‌های لیبرال و میانه رو و به نوعی پادشاهی طلبان مشروط ببخشید پارلمانتاریستی که هستن، یک جریان رادیکال تندروی رو با محوریت آقای ثابتی به میدون بفرسته. و شنیدم که یه مستندی رو برای سفید کردن آقای ثابتی در من و تو قرار ساخته بشه به اسم مصاحبه، و متاسفانه من برعکس شما دوستان معتقدم آقای کیوان عباسی نگاهش به آقای پهلوی ابزاریه و فقط برای ارتقای جایگاه شبکه‌ایش بعضی اختا بر شکاف‌ها رو بیشتر میکنه، گاهی شکاف‌ها رو کمتر میکنه. اما تأثیرگذاری من و تو در جریان آقای پهلوی رو عنوان یک خطر در کنار اون خطر قبلی میدونم، اما خطر کوچکتر، خطر اصلی رو همون مثلثه میدونم. ممنونم. خیلی ممنونم آقای مدرسی. من حالا یه پرسشی هم دارم در ادامه اگه با ما باشید،
ولی من حالا نفهمیدم این سیاه بودن آقای ثابتی اصلا کجاش بوده، کما اینکه به هر حال جریان رادیکالی ایجاد تعارض ها و شکاف ها و مشکلاتی رو برای آقای پهلوی ایجاد کرد. اتفاقا افراد رادیکالی که آقای ثابتی میگفت اینا رو باید باشون برخورد رادیکال بشه رو اگه الان جلوشون رو گرفته بودن اون شورش 57 رخ نمیداد. آقای ثابتی در واقع اون جریان به تفسیر رسانه‌ای کار دارم، معتقدم حضور این جریان هم رادیکالیزم رو بالا میبره، میانه روها رو دور میکنه و مناسبات رایش خب به هر حال برای این که خب شما دارید با جریان برانداز صحبت میکنید، بالاخره جریان برانداز بعد رادیکال هم یه چاشنیش باشه دیگه، حالا این که شما اینو اینطوری مطرح میکنید هم جالب بود، ولی فقط با اون حرفتون موافقم که من نیستید. من رادیکال به معنی شخص خودم نیستم، من که موازم مشخص، همه این جریان برای من رادیکاله. منظورم توی خود اشل با این که از درون این اردوگاه دارم میگم، یعنی رادیکال شدنش باعث میشه که جریان رادیکال اون مثلث تقویت بشه. حالا آقای منظرپور متوجه است که من دارم دو قطبی رو در نظر میگیرم، این ور اگر جریان آقای ثابتی تقویت بشه اون ور این مثلث هم تقویت میشه و به ضرر جریان میانه‌ای که به هر حال چه جمهوری خواه چه پادشاهی طلب در کنار آقای پهلوی هستن و بیشتر نگاه لیبرالی دموکراسی خواه دارن. خیلی ممنونم، ولی من با اون صحبتتون که خانم مسیح علی نژاد رو به مریم رجوی تشبیه کردید فقط با اون خیلی موافقم. حالا ما در ادامه حتما من یه پرسش ازتون، من تشبیه نکردم، چه گفتید مریم رجوی کوچیک دیگه، معتقدم همکاری کاملا حساب شده سیستماتیک و دقیقی بین ایشون و خانم رجوی وجود داره. من اینو کاملا موافقم باهاتون، اینو کاملا باهاتون موافقم. معتقدم ایشون الان دلبر خانم مریم رجوی شده. بله من کاملا در این زمینه باهاتون موافقم. اگه با ما باشید من آخر اتاقم یه پرسشی ازتون مطرح کنم. یه آقای انوشا رو بشنویم، آقای شوبری بعد از ایشون و فکر می‌کنم من دارم خانم جان اگر نوبت نمیدید به من بگید، رو نوبت نمیدید من میرم پایین، هیچ مشکلی نیست، چون احساس کردم یه نفر بعد من الان نه من ناراحتی ندارم، فقط احساس کردم مدیریت زیگزاگیه. نه اصلا من نمیدونم مدیریت زیگزاگی به چه شکله، من خیلی رونگذار نیستم چون امید نه الان رفرش رفت نه یه لحظه اجازه بدید شما دیگه خودتون اتاق گذاشتید. الان شما نفر بعد از شما کسی کی صحبت کرده؟ شما امید. نفر آخر بودید در استیج. امید نه خیر، امید قبل از شما بودش. حالا بحث رو هایجک نکنید، این شیوه های خیلی جالبی نیست آقای من. خواهش میکنم دیگه، نمیدونم این روزا اوائل جمهوری اسلامی خیلی شیرین هم.